کلی هستم بهرام و پس شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز سه‌شنبه هفتم از ماه می در این روزهای سه‌شنبه به مدت یک ساعت ما تاریخ علم رو بررسی میکنیم، پیدایش علوم و اختراعات، تکنولوژی، حکمت عقلی و متاسفانه وقت ما بسیار هم نیست. اجازه فرمایید که یه قدر از حافظ بخوانم. یه گزارش خیلی کوتاه مختصر در باب اون چه در صدای آمریکا امروز گفتیم خدمت شما خواهم گفت. صادف هست این روزها با تولد مرحوم دکتر مصدق، اون مرد بزرگ، یک چند دقیقه هم در زمینه ماست که زیاد بیاوریم رجال بزرگ ایران رو، خادمان به مردم رو، و کسانی که با صداقت و در منتهای عرض می کنم که در منتهای بصیرت در واقع و با نیت خدمت به ایران کوشیدن و نام نیک از خود بر جای گذاشتن که عرض کنم که ما فرزندان ایران بشناسیم این بزرگان رو، چه بودن، چه کردن، لگسی اینها چه چیزی، چه میراثی برای ما گذاشتن. خب دلم رمیده جونی وشید شورنگید، دروغ وعده و حتال وضع و رنگامی، صدای تیرهن چاک ماه رویان باد، هزار جامه تقوی و خرده پری، صدای تیرهن چاک ماه رویان باد، هزار جامه تقوی و خرقه پرهیز، خیال خالص تو با خود به خاک خواهم برد، که تازه خالص تو خاکم شود عبیرآمیز، فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز، پیاله بر کفنم بند تا سحرگه هشت، دنیز دل ببرم حول روز رستاخیز. بله برقی هم باید باید نمی شود اینجا. بله فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم نیست هیچ کس داویز، بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت، که در مقام رضا باش و از قضا مگریز، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. بسیار مفهوم انسانی و سعدی مفهوم رو در عشق انسانی به کار برده، میان ما به جز این پیرهن نخواهد ماند، و در حجاب شود تا به دامنش بدرم. بحث به سعدی ببین چه تسخری زده، چه عرض کنم که به این داستان روز رستاخیز عرض بکنم که یک کتاب می شود نوشت در این ارتباط که چگونه این داستان مسخره بوده در جید حافظ. این روز رستاخیز پیاده بر کفنم بند تا سحرگه هشت، گمیز دل ببرم حول روز رستاخیز. حافظ این گونه سخن میگه، مرد فیلسوف این گونه سخن میگه، در حالی که سعدی بزرگوار صبح روز قیامت که سر خواست برادم به جستجوی تو باشم، به گفتگوی تو باشم، یعنی چیزی که من خطا خوندم و اینها، که او هم دارد دوست و ترجیح میدهد به این نعمات بهشت و اینها. این فرزانگان ایران هیچ کدام این داستانها رو قبول نداشتند. پیاله بر کفنم بند تا سحرگه هشت، دنیای زده ببرم حول روز رستاخیز. بله یا که حاطف میخانه دوش با من گفت، که در مقام رضا باش و از قضا مگریز، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. امروز در صدای آمریکا بنده میهمان آقای بهارلو بودم در باب این داستان اقلیت، به خدمتتون عرض کردم چند وقتمانی که شنیدم که شنیدم، هم وقتانانی که ندیدم این برنامه رو لطف بکنم نگاه بکنم. ما در اونجا موضوع اقلیت رو برگردانیم به
همون عرض کنم که مراتب مربوط به سرچشمه کارها و اون این که و صحبت راسل برسان راسل که گفت اگر ما میگوییم آخوندها مرتجه هستن و جنایتکار هستن، فراموش نکنیم که اینها دستور عملها رو دیگران از قدیم برای آخوندها گذاشته بودن که اینها با اونها عمل میکنن. و عرض کردم که در میان ادیان بزرگ عالم هیچ آیین مانند اسلام بسیار عزیز و حنیف و بسیار بزرگ این میزان نفس انسانیت نکرده است، یعنی نفس غیر خود. حالا بنده وارد همه جزئیات نمیشوم، حتی آیه رحمت از کنم که ما در نماز میخوانیم و از شبت که در اونجا مقصود نزدیکی به ذات حق هست و مقصود تا درجه انسانیت رسیدن هست، اونجا از ظالم و مغضوب علیه دست بر نداشته، یعنی اونجا اظهار کینه ورزی و نفرت نسبت به غیر خود رو اونجا هم آورده. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. خیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی یاد بشه بود که ظالین هم هستن، که ملعون هستن و منفور هستن، که و این ظالین بنابرای تفسیر مفسران بزرگ از کنم قرآن یعنی یهودیان و یعنی مسیحیان. حالا شما بگه شما کنید به اقلیت ها که بگذارد. و از کردم که آقا در اسلام ما دو جور آدم داریم، یا از مسلمان هست یا کافر هست. حالا کافر هم در دو جور هست، یا کافر کتابیست مثل مسیحی ها و یهودی ها و زرتشتی ها که اینها با دادن وجوهات اهل ذمه اینا پول بدهن که بتوانن دین خود رو داشته باشن، با تحمل هزاران توهین البته و تحقیر، و کفار حربین که اینا باید حرب بکنیم، اینا رو باید بکشیم و بزنیم یا مسلمان بشن یا ایش اصیلشون کنیم بفروشیم زنبتهشون هم ببریم. این از این پایه اولیه بوده. به همین سادگی که عرض میکنم خدمتتون چه انتظاری از آخوند داریم داره با اقلیت چه بکنم. و عرض کردم از میان اقلیت ها عرض میکنم که هستن که اینا یادگاران روزگار ساسانی قبل از اون هستن و اقلیت هایی که در ایران به وجود آمدن همین آخوندها به کشتن دادن به فتواهای اینها و خلفا و غیره. اینها از بهایی ها بیشتری نفرت رو دارن به جهت اینکه حقانیت دادن به آیین بهایی یعنی تعطیل امام زمان. این است که آخوندها بسیار بسیار متنفر هستن از داستان آیین بهایی و جنایاتی که اینها به حق بهایی هم کردن، در حق یهودی هم کردن، در حق زرتشتی هم کردن، اینها کشیده نیست. فرص بدی نبود. صدا میکنم که مراجعه فرمایید و گفت کنون از امکان گفتار هست بعدی فرمود استاد ما سعدی ببوی برادر به لطف و خوشی که فردا شو پیک اجل در رسد به حسن ضرورت زبان در کشید. حالا سعدی مرگ رو ضرورت میداند برای خاموشی، اما دوستان ما به حسن عرض میکنم که منافع به حسن مصالح به حسن راضی نگاه داشتن نمیدونم این آقا و اون آقا و این گروه و اون گروه و منافع زبان در کشیدن. و اگر که زبان در نکشیده بودن این استادان محقق ما در روزگار ما بگیم گمراهی نبودیم. آقا مصلحت ما حقایق هست و بس، تنها مصلحتی ما داریم که ما داریم که راست بگوییم و مردم ما کتابخوان نیستن. بودم پیش آقای بیکزاده روز یک شنبه در ارتباط با کتاب و صحبت ها، ایشون میگفت ایرانیان شمولیان 4 ثانیه کتاب میکنن دستگاه. ولی شما فکرشو بکنید نه 10 ثانیه نه فرض کنید 60 ثانیه که شاید 1 دقیقه، یعنی در 60 سال یک ایرانی 60 صفحه کتاب خوانده. شناخت چگونه حاصل میشود؟ خرد و بصیرت از کجا میاد؟ آسمان ها که نمیاید. این از که واقعا از کنم که وضعیت تراژیکی داریم، گرفتار هستیم، هم بکنان بسیار گرفتار هستیم در این فرقاب خرافات و گمراهی و جیجی و اینها هستیم. همین شود که مطابق هستیم با سال روز تولد معروم دکتر مصدق. دکتر مصدق از نظر که معرفی داشته باشد که ما بخواییم از کنم در باب ایشان صحبت کنیم، اما اون شد در باب تولد این بزرگوار هست خط خودشان در اینجا به خط خودشان معروم دکتر مصدق نیمیسر تاریخ برادر بله سال شمسی 29 اردیبهشت سال 261 و سال میلادی 20 مه سال 1982 سال قمری
1299 و این مطلبی که خودم بزرگوار به خط خود نوشته است. من دیدم 19 هم گفتن، 20 هم گفتن، 23 هم گفتن و در اینجا آقای قنواتی که کتاب بسیار بسیار جالب در باب این مرد بزرگ نوشته است، در اینجا میگوید در خطی از دکتر محمد مصدق موجود است که سال تولد او حدود شمسی میلادی و قمری ذکر کرده است. فرحاتات یادداشت او تولد خود را 29 اردیبهشت 1261 شمسی مطابق با 29882 میلادی و 29 رجب 1299 قمری قید کرده است و در زیر این سه تاریخ آورده است ولی در شناسنامه سال ولادت را 1258 نوشتند. موضوع مصدق نوشته است اینجا با خط خودش ولی در شناسنامه سال ولادت 1285 نوشتم که سه سال با سن حقیقی اختلاف دارد. یه مطلبی بود که رایج بود در غریب. خود بنده خدمت شما هستم مطالعه 1326 هستم، عرض میکنم که دوم فروردین. اما ما میدانیم بچه ها به دنیا میامن در ماه اسفند یا بهمن، گفتن حالا دستر رو میزنیم ایت شناسنامه‌شو میگیریم. این تعداد ایرانیان که اول فروردین یا دوم فروردین به دنیا آمدن بسیار زیاد هستن همسنهای ما که موضوع دقت ها نبود و بگمزن بیمارستان و اینجور چیز ها نبود و اینها زاوها به دنیا می آوردن نگه رو داشتن. بارها ما از مادر پرسید مادر این سر تولد حیث من چه بودید؟ گفت اسفند بود، فکر کنم ده هم اسفند بود و اینها. اینا که این داستان رو هم مخالفان دکتر مصدق علیه او گرفتند و در موضوع ارز کنم که اعتبارنامهش رو اینها در مجلس و غیره و زالک یک شب خدمت شما در باب لگسی صحبت کردم. بعض هموطنان ما به این خطا دچار شدن که اگر این دکتر مصدق با انگلیس ها کنار می آمد این اتفاقات نمی افتاد و بعد اون اتفاقات نمی افتاد. اینا مغلط هست، اینا بهش بودن این اتفاقی دیخال فالسی، یعنی چیزی که نشده دارن پیشبینی می کنن. عزیزم مردان بزرگ رو در باب کارهایی که کردن ما قضاوت می کنیم. ما در تاریخ ایران مردی بگیم در گرد و ایران دوستی و تقوای سیاسی ما سراغ نداریم. من سراغ ندارم، شما سراغ دارید بفرمایید به ما معرفی کنید ببینید چه کسی بوده است. کسی که از 14 سالی که محاسب بوده است در خراسان و رئیس او در حق او مطلبی نوشته حیرت انگیز تا زمانی که در زندان فوت شده. عرض می کنم که ما از این مرد خط و خطای خیانتی در حق ملت رشوه پولی چیزی عرض می کنم یک کوچکتری سندی به دست نیاوردن. بنابراین دکتر محمد مصدق به گمان من این شخصیتی فرید و یکتاس در تاریخ این سرزمین و بسیار مانده است که ما بشناسیم او رو. استدلال های عجیب فرید که اگر گرفته بود اون پیشنهاد آخر را قبول کرده بود توجه ندارند، مثل که دود آمده در منزل و بانوی خانه رو تجاوز کرده و بچه ها رو به بیداری کشیده. حالا دوباره ما باید بشینیم با این معامله کنیم. آقا دکتر مصدق نمیخواد قیافه انگلیسی رو ببینه، تازه اون پیشنهادی کرده بودن به درد مردم نمیخواد. نخوانده استادن بعض از دوستان ما که دوباره انگلیس ها بیان در شرکت نفت باید همونجا رئیس باشن. این چه استقلالی بود؟ این چه ملی کردنی بود؟ میارم برای توفی سادی که آخری که داده بودن اون آقای استوکس هم آمده بود مهردار نمیدونم دربار انگلیس چه کسی داشت که بیاد دخالت بکند در ارز کنم که موضوع کمپانی نفت ایران انگلیس و ستمکاری که این انگلیس در حق ما کرده بود به مدت دو قرن. موضوع دکتر مصدق استقلال بود و قانونمندی بود و احترام مشروطه بود و مردم بود، موضوع اقتصادی نبود. از اون پیشتر با براتون خوندم چیزی برای ایران نمید، چیزی بهتر از سابق نبود. آماری پس این است که مرد فراتر از این قضایا بود و اما ما او رو نمیشناسیم. چرا؟ چون سالی چهار سالی سکت سالی کتاب بخونیم و کتاب نخونده تحقیق نکرده نبرده رفت به طریقت گفتتاوده در ارشاد نبرده پیز حقیقت نشسته در تحقیق به خیز خنده و خود در میان وادی گمز به نو سحنه و خود در میان بحث غریق. بله این داستان و عرض می شود که نقطه عطف تاریخ مملکت ما بوده که خارجی دخالت کرده و عرض کنن حکومت ملی ما سرنگون شده و داستان استبداد بی‌ثبات و عرض می شود که بیرون کردن مردم از صحنه سیاست آغاز شده. چه روز غم انگیزی بوده این روز پرنکبت در تاریخ ما حضرت فراموش نخواهد شد و اون که ما می بینیم امروز حاصل همان است. هم وطن گرامی اگر نمی دانی لطفا بدان که کتاب ها رو بخوان و اسناد مطالعه کن. ما در میابیم که
عرض بکنن گرفتاری ما همین دخالت بیگانگان بود و تشکیل استبداد و نمیدونم سرکوب و اختناق و عرض کنن که یک سره بیرون کردن ملت از صحنه سیاست و مقدرات و ملی که منجر شد از در حقیقت از بنده بپرسید من خدمتتون عرض کنم بنیانگذار جمهوری اسلامی خمینی نبود که بنیانگذار جمهوری اسلامی رژیم سابق بود یه دو من چون بهش احتقاد دادم خدمتتون عرض میکنم شما دلایلی دیگر دارید بفرمایید من اینجا افتخار میکنم عرض میکنم که تا حدی به اندازه یک سوزن خود رو پیرو به اندیشه های ملی مرحوم رو مصدق میدنم از قدیم هم خدمتتون گفتم عرض کنم که مصدقی متعصب من نیستم به هیچ وجه نبودم تعصبی در این زمینه ها بنده ندارم چون تعصب به مسابقه فرنگ فکر هست اما ما بایدیم که درستی نگاه بکنیم در عصر جدید روزگار مادرنیته که آقا شده از همون روزگار از کنم تقریبا فرطریشا و نقصر بیشا و اینها شما همچین رجلی و همچین مرد بزرگی که در کاری به بین الملل هست و ارتجار بزرگ جهان هست و نام و حضر کارم فقط رو ما نداشتیم و تا این مایه عرض کنم که عشق ورزیدن به ملت و منافع مردم و خود هیچ نخواستن و یک تنی از پول ملت در جیب خود نکردن و قوانین کشور رعایت کردن هر می شود که اینها داستانهایی که مربوط هست به مرحوم دکتر محمد مصدق پیشوای بزرگ مردم و ما او رو از این مقام نمیتوانیم خلق بکنیم حالا فحش بدهیم رکیب بگوییم داد بزنیم چاقو بکشیم غنه بکشیم فایده ندارد تاریخ حقیقی رو بر جای خود نشاند امروز مقام عنصری کاملا مشخص است مقام فردوسی هم مشخص است مقام سعدی بر جای خویش قوی و استوار و بلند ایستاده عرض میکنم که مقام حافظ به همین وجه هر سبب که مقام نمیدونم انوری هم به جای خود تاریخ هر کسی رو به سر جای خود میشناسد گفتشون روی زشت زشت نماید در آینه مرد حکیم خرجه نگیرد در آینه نقشه تو در زمانه بماند چنان که هر تاریخ حکم آینه دارد هر آینه من دوری که از کنم که وقت قدوله رو برای شما خواندم حالا میپردازیم به موقع به داستان این بزرگمرد بی‌نظیر در این تاریخ و ما نشناختیم این مرد بزرگ رو هنوز به دلالی که عرض کردم خدمت رو خب این هم از این یک مطلب اما برگردیم به سر این داستان تاریخ علوم و تاریخ ارز کنم که اشارتی کردم من به این که در هندوستان حکمای بزرگ بودن اندیشمندان دقیق بودن بیشتر کوشش اینها فرض پزشکی میشد و نجوم و علم شیمی عرض کردم این تلاشی که انسان برای یافتن کیمیا میکرد این علم شیمی رو گسترش داد و همچنین تلاشی که برای یافتن داروهای دیگر که عمر طولانی میکنند اون هم سبب پیدایش بسیاری از سیخار شد در علم شیمی مثل اینکه باروت تعریف کردن از نشاط پتاسیم و زغال و گوگر این رو در حدود قرن هشتم هشت میلادی شیمی ها اختراع کردن شهری مدنیت رو دیگرگون کرد به جهت اینکه با این باروت ها ساختن شیمی ها و بعد توپخانه ها به وجود آمد و بعد سلاح های آتشین باروت جودی میگفتن در حقیقت و از کنم یه بلک پاودر و بعد این بلک پاودر تا حدود آخرین سالهای قرن 19 هم مورد استفاده واقع بشد و بوی بدی هم میداد زود هم میکرد در میدانی کن تا یک شیمیدان آلمانی بر حد اتفاق یک مقدار اسید نیتریک که ریخته بود روی میز با یک پاشی کتانی تا کرد مقابل بخاری آویزان کرد و ترینیتو سلولوز به وجود آورده بود که این ترینیتو سلولوز همون باروت دیدود هست که شهره جنگ ها رو دیگرگون کرد و هنوز مورد استفاده است در توپخانه ها در تفنگ ها و فشنگ ها و اینها از ترینیتو سلولوز و عرض کردن که ما هر ماده منفجری که میشناسیم حتما ازوت در اشتکار رفته ترینیتو گلیسرین که ترکیبی است از گلیسرین و اسید نیتریک و اسید سولفوریک این اسید سولفوریک مهمترین ماده شیمیایی در جهان است
معیار مدنیت و پیشرفت صنعتی رو از میزان مصرف اسید سولفوریک معلوم میکنن. به جهت این اسید سولفوریک در بسیاری موارد خود مستقیما وارد فعل انفعال شیمیایی در بسیاری مواقع به صورت کاتالیزور استفاده میشه در ارتباط با ساختن همین دینامیک رسمی نیتروگلیسرین. این که نیتروگلیسرین تفاوت دارد با سی ان سی، سی ان سی چون دیگری سرگاه ما صحبت خواهم کرد، این که نیتروگلیسرین اسید سولفوریک رو ما میریزیم برای اینکه جذب آب بکند. اون اسید نیتریت هست که ترکیب میشود با گلیسرین و سی نیتروگلیسرین میدهد. سی نیترو یعنی عامل اعضای صفر و این ماده منفجره بسیار خطرناکی. آلفرد نوبل هر میشود که اولین شیمیدانی سوئدی که آمد و از ترکیب اسید نیتریت و اسید سولفوریک و هر میشود که گلیسرین به دست میاد و در صابون تجزیه اینها بسیار گلیسرین به دست میآورند. گلیسرین بتواند منشأ گیاهی داشته باشد به منشأ حیوانی و او توانست این ماده منفجره را کشف بکند. آلفرد نوبل به تفصیلش هم میگم خدمتتون و استفاده خارق العاده کرد. راهسازی میکردن در رودبار اروپا نیازمند جاده ها بود، اینها منفجر میکردن عرض میکنن که اینها رو و جاده سازی میکردن که البته این تریمیتوگلیسرین مورد استفاده جنگی و ساختن بمب‌هام شد چون خیلی حساس بود. یک مایع شربتی که شما به شدتی به تکون بدید منفجر میشه. اگر میخواید این رو هم بزنید، اگر که یک از کنم که میله آهنی چیزی باشه ممکنه ایجاد جرقه بکنه و منفجر بشه. بسیار این اتفاق پرکین شدید کسی منفجر شده و شیمیدان رو خوشته. این است که برای این که نقطه انفجار رو بالا ببره آلفرد نوبل اون رو مخلوط کرد با ناخالصی ها و دینامیت رو ساخت. دینامیت اگه دیده باشین یعنی که روغنی و معمولا در این ورقای کاغذ هستن تقریبا بنفشن که میدن به صورت لوله های بلند هست که اینها رو به مسافه مختلف میرسنن. من به درنده بیاد دارم ما بچه بودیم در کنار رود کارون، اینها رو بزرگتر از ماها میگرفتن به سردایی ها، اینها میانداختن در رود کارون در جایی که آب به صورت بجمع میشد. این انفجار و موجب شد سبب میشد که این چیزش باید کنک مانند تو شکر ماهی ها منفجر بشه، ماهی بیشاره بمیره بیاد روی آب چیزی از طرق شکار بود. و بعد در جاده سازی ها در ساختن بوم ها این ها بسیار مورد استفاده شد و همین دوپانت که مراجعه می کنید در شهر گلور کمپانی شیمیای دوپانت می گویند دوپانت won the world به خاطر که این دوپانت با تولید سی‌ان‌تی و کلینیتگیریتیرین بیشترین بوم ها رو تولید کرد که این بوم ها رو می دستن وقتر ژاپنی ها آلمان ها و این ها داستان های درازی در هر کنم از این مواد شیمیای مهم رو ما نگاه بکنیم. تاریخ دراز بسیار شورانگیزی دارد. در واقع طریقه ساختن اینها رو بنده به نیکی میدانم اما فکر میکنم حالا صلاح نباشد ما بنشینیم اینجا و طریقه ساختن نیتروگلیسرین رو قدم به قدم خدمتتون بگیم. اما بسیار چالنجینگ هست در واقع ساختن اینها که شبونه باید که حرارت پایین بیاریم در یخ بسازیم و بعد شبونه فیلتر کنیم، آبش شبونه جدا کنیم تا نیتروگلیسرین خالص به دست بیاوریم و به جای شربت سینه بگیم یک آخون بخوره. ببخشید با این شوخی داری بگذاریم. در این باب صحبت کردیم خدمت شما و این داستان در چین اتفاق افتاد، یعنی نخستین ماده منفجره که انسان به دست یافت همین باروت سیاه بود که از کردم از شوره به دست میوردن در طبیعت هست. نیترات پتاسیم گوگرد هم که هست، زغال هم که هست. این هست که و کلید قضیه ساییدن این بود که افتراش رو نمیدانستن با سیدهای آهنی و اینها میساییدن و از آن جرقه میکرد و مفجر میشده اینها. و بعد بال میل اختراع شد در غرب. بال میل، میل یعنی آسیا در حقیقت، یک جعبه کوچکی تعداد زیادی از این گلوله های سرگی در آن هست چون سرگی در جرقه نمی کنه همین ماسه روشن بکنی میشرد که یعنی خیلی خوب به صورت پودری، هرچی پودری این ریتر و نرتر باشه باروت بهتری داخلیم. در روزگار قرن 19 انگلیس کمپانی بوده است در لندن که بهترین باروت رو می ساخته. اجازه فرمایید که یک موسیقی کوچک بشنویم، برمیگردیم به یونان قدیم و تالس و همه زمنده برمیگردیم. Thank you.
مثلا گرامی لازم پاکیزاری کنم از مدهگی از امتنا به سرکتر عزیزم زن که این جیده در از این سر زحمت کشیدنی چند سال درای ارسال عرض میکنم که نوارهای که ما اینجا پخش میکنم هر بخم من در یک رسانه میشینم یا خفت شما در پاس گمان میکنم جلسه آخر هست به جهت این که هر چی باید بگویم اینجا قسمتون اون چی گمان حضرت میبرم بگویم بدون هیچ گونه تردیدشی و هیچ گونه ملاحظه ای اگر چنین نکنم شب خوابم نمیبره این است که هر بار که من میام خدمت شما گمان من این هست و فرض رو بر این میذارم که جلسه آخر هست در حالی که البته اینجوری بدین وجه نخواهد بود خب عرض کردم که ما وقتی میخوایم تاریخ علم رو در جهان بررسی کنیم چند نکته رو باید در نظر بگیریم البته آفریقا محل علم نبوده آمریکای جنوبی هم کاری نکرده متاسفانه که اینو نمیبینیم مهم در تاریخ علم ما بیشتر همون منطقه هست مهم یونان هست چین هست هندوستان هست و بعض علوم در ایران به خصوص علم پزشکی و اگر ما علوم ایرانی رو نفی بکنیم نمیتوانیم گسترش علم پزشکی رو در ایران ما نفی بکنیم علوم و نجوم این هست که این مناطق هست و از سبب که وقتی ما سخن از یونانیان میکنیم از تالس و فیثاغورس و اینها نباید تصور کنیم که اینها علمشون رو از آسمان گرفتن اینا نه اینا مسافرت ها کردن با حکمای مشرق یا در تماس بودن یا علم اونها رو آموخته بودن اما فراموش نکنیم در هیچ دوری از تاریخ انسان اتفاقی که در یونان افتاد یعنی به حدود سال 650 پیش از میلاد تا ظهور اسکندر که به واسطه بروز و ظهور تفکرات اصیل که اوریجینال میگوین اینجا اصیل اینها عرض کنم که اینا لغات انگلیسی فارسی رو هر قدیم میشود نه معانیش از دست میده ما میگوین آقا مرد اصیل نیست یعنی که خب خانواده نجیبی داره و میزنه پدر مادرش که تا چند پشت سنان اینها اصیل یا اوریجینال به انگلیسی فهم میکنم اوریجینال وقتی میگوین موسیقی اصیل عرض کنم حتی فکر کنم این معنی رو میتوانیم تعمیم بدهیم که اون نوع موسیقی که شهر از خود میسازد این اصیل هست به جهتی که اصالتش در ذهن نوازنده یا ساختوری ها کسی که موسیقی رو میسازه تفکرات اصیل یونان یعنی اینو کاملا میسابقه از خود ساختن این همه دانشمندان بزرگ در هیچ مدنیتی بروز و ظهور نکرد و باعث شگفتی حتی اعجاب راسم و نمیدونم هر سواب کسان یفتاق فلسفه کار کردن هر انگیخته که چگونه میسر است که در این مقطعی که هست کردن این همه اندیشه های اصیل بروز و ظهور بکنن و وقتی ما مطالعه میکنیم نه به واسطه صحت و مطالبی که گفتن به واسطه اندیشه ها و موضوعاتی که به میان انداختن و تفکر رو باعث شدن و شما هر تاریخ فلسفه که نگاه کنید به شما خواهد گفت که تالس از همه قدیمتر هست تالس از کنم هندسگان و از طرف عالم بزرگ کارهای شگفت‌انگیز کرده یکی نام بوده است که یک کسوفی رو پیشبینی کرده و از جمله کارهای دیگر تالس این بوده است که این ارتفاع این پیرامیدها رو نمی‌دانستن چگونه اندازه‌گیری بکنن چون پیرامید از هر سو گسترده است و یک فکر بسیار نبوغ‌آسا آقای تالس کرده و درست قامت خود رو اندازه کرده درست زمانی که خورشید به وقتی بود است که سایه تالس رو درست به اندازه قد اون نشان داده اندازه‌گیر کرده و از کنم که ارتفاع پیرامیدها رو به دست آورده در هندسه ما قضای تالس رو داریم یکی از اینها این هست که اگر ما در اون یک دایره سه نقطه داشته باشیم A و B و C به شرطی که A C از مرکز بگذره و قطر دایره باشد ما یک زاویه قائمه داریم هزار استنتاج علمی جالب از همین یه قضیه و سایر قضایه تالس شده است این آقای تالس پیشبینی کرد و اینا حتما بودن که حتما حکمای بزرگ میگفتن بله در باب این تالس از سبب که تصویرها داشتم که متاسفانه فراموش کردم این از کنم که دستگاهی که روز ضبط کرده بودم از تاشو میارم و از کنم که این چیزهای هندسی شم خدمتتون نشون میدنیم هنینگ زماندرز یک کسی دیگری بوده است که شاگرد تالس بوده و بر این بوده است که اصل موجودات یک چیزی خیلی متعین یعنی قابل زنی و اینها جاودان هستند
بی پایان هستن و عرض میکنم که همواره بودن و معتقد بود به عرض کنم که اینا معتقد بودن که گرمی و سردی و خشکی و تری و اینها عناصر اصلی طبیعت هستن. حالا بعضی اینها بر این بودن که جهان آب هست و از جهان آتش هست اینها، اما این چهار عنصری که مرتب در زبان فارسی هم تکرار شده است که آب و خاک و آتش و باد، اینها عناصر اصلی اینها رو میشناختن. ما در روزگاری که مندلیف نبود که حالا عناصر رو تقسیم بندی کنه، به جدول مندلیف که خیلی مشهور است ما عناصر رو به حسب از کنه که عدد اصلیشون تقسیم بندی کنم، نه میگفتن چهار عنصر بیشتر نیست. من حتی دیدم این آقای چوپرا هنوز آمده که از کنه فکر کنم دو سوم حرفاش کلاهبرداری و آفرابازی هست، از همین قضایا از همین داستان چهار عنصر آب خاک آتش باد هنوز داره استفاده میکنه. چیزایی میگن مردم هم دوست دارن این چیزها رو، بابا میلیونر شده بابا همین حرفایی که از همین کتب قدیمی گرفته و اینا به میون انداخته. رو جامعه صنعتی هم به هر صورت از این صحبت کردن جدید هست، یعنی که قدیمی جدید هم هست، مردم دوست دارن دنبالش راه افتادن اینها. و عرض میکنم که میگوید که بله که اصل موجودات چیزی غیر متعین و غیر متشکل بی پایان و بی آغاز و بی انجام جاوید و جامع از ذات خشکی و تری و گرمی و سردی و هر گاه از ذات از یکدیگر جدا می شوند ظهور و بروز و تولد و حیات روی می دهد و چون باز با هم مجتمع می گردند مرگ واقع می شود. و داستان های عظیم قریب که اینها این از کنشون ضد هم هستن، اینها که این داستان جمع از ذات و این حرکت از که سبب کون و فساد می شود و از کنن که این که جمعین از ذات سبب حرکت هستند، این ادامه یافت تا روزگار هگل که موضوع تز و انتیتز و سنتز رو به دمیان انداخت که هر مطلبی که هست این مطلبی که در مخالب عموم هست این می شود تز، این در حد کار می کنن می شود آنتی تز و آنتی تز و ترکیب آنتی تز و تز ما سنتز به وجود می آوریم که خود تز می شود برای مرحله بعدی که اون باز خود یک آنتی تز دارد که باز ترکیب اینها سنتز می شود به صورت تز برای مرحله بعدی. و این حرکت همچنان ادامه دارد که آقای ماست این رو گرفته به شیوه دیگری به میان انداخته. و من می‌خواستم این رو خدمتتون عرض کنم وقتی ما مولوی رو می‌خوانیم اصلا مصطبی معنوی به این معانی برمیخوریم میخوریم دوشار شگفتی میشنیم که مولانا اینها رو از کجا آورده. مرد دانشمند بزرگی بوده که بوده، البته بعد وقتی که ما فلسفه از ابتدا آغاز میکنیم اندیشه های از کنم تالس و هنگ زمن پروتاگوراس اینها در میابیم که بابا اینا قدیم هستن مولانا گرفته. به عنوان مثال همین که از داد سرا به حرکت هستن خیره و اینها یک بخش مفصلی سر مصنبی معنوی من برای شما میخوانم ببینیم که چگونه مولانا از اینها استنتاج های جالب کرده که این جهان جهان از داد هست، جهان از داد جهان کون و فساد هست، جهان از کنم که رنگ هست، اما اون جهان دیگر که ما به دنبال هم میشویم اون دیگر عرض میکنم که جهان از داد نیست و که استدلالی کرده. حالا از کنم که برسنم در دفتر ششم برای این که اگر هموطنانی برخوردن بدانم که از کجا آمد از اینها، از همین تفکرات یونانی آدم های مثل همین زمندر اینها آمده است. بله چون که سرکه سرکگی افزون کند پس شکر را واجب افزونی بود. قهر سرکه لو قهر سکه سرکه لوت همچون انگلین کین تو باشد رکن هر اسکنجلین. بعد ادامه دادت اینجا بله بسیار بسیار مفصل است. گر پلیدی پیش ما رسوا بود خوک و سک را شکر و حلوا بود. این هم از صحبت های یک از فیلسوفان یونانی خدمت معرفی میکنم که میگوید امور عالم اعتباری و نسبی. این که آب برای ماهی از کنند که وسیله حیات هست برای ما خفه کننده است. این است که وسیله به این دارد که راجع به چه کسی صحبت کنیم، امور نسبی هستن و امور مطلق نیستن. این هم همین میگوید که گر پلیدی پیش ما رسوا بود خوک و سد را شکر و
حلوا بود، گرچه مارون زهر افشان می کنن و چه تلخان من پریشان می کنن، نهرها بر کوه و کندو و شجر می نهند از شهر انبار شکر، زهرا هرچند زهری می کنند زود تریاقانشان بر می کنند. این جهان جنگ است کل چون بنگری، ذره با ذره چو دین با کافری. این جمع اعضا میگن با هم در حال جنگ هستن، این عناصر رنجستن و حرکت به وجود میاد، حیات به وجود میاد. بله، اون یکی ذره همین پرج چپ و دیگر سوی جنین اندر طلب، تو چپ یعنی نمی راست یسار منی چپ. بله، ذره بالا و اون دیگر نگون، جنگ فعلیشون ببین اندر رکون. جنگ فعلی هست از جنگ نهان، این تخالف اون تخالف را بدان. ذره کن محف شد در آفتاب، جنگ او بیرون شد از وصف و حساب. دیگه بله، این جهان مادیست که این فضایا هست، وقتی که همه چیز در وجود حق مستحیل بشود، در اونجا دیگر جنگی وجود ندارد، همه چیز در هارمونی. این استنتاج عرفانی جناب مولاناست که از فقدیه برگرفته شده از اندیشه های یونانی. بله، ذره ای کن محف شد در آفتاب، جنگ او بیرون شد از وصف و حساب. البته خصوصا توضیح دادم امانیشن یا تشعشع که چگونه خلقت از طریق تشعشع به وجود آمده است، از منشأ خلقت که این تفکر پلوتینوس هست و این ذراتی که جدا شدن که کل جهان هستی باشن و انسان هر یکی از اونهاست، در یک سیر نزول و صعود قرار میگیره و بعد بازگشت میداره، میل به بازگشت با نیروی عشق به سوی اون منبع اصلی و اون آفتاب است. در واقع کمتر از ذره نی هست نشومه تو بست و به خلوتی خورشید رسی وقت کنن. این همون داستان هست، ذره ای کن محف شد در آفتاب، جنگ او بیرون شد وست و حساب. چون ذره محف شد نفس و نفس، جنگ شکنون جنگ خورشید است و بس. رفت از این جنبش طب و سکون، از که؟ از انا الیه راجعون. البته اون انا لله و انا الیه راجعون خیلی فرق می‌کنن با این قضیه فلسفی پلوتینوس، اما مالی کشیدن رو به هم رد کردن. بله، ما به بحر تو خود راجع شدیم و از رضا اصل مسترجع شدیم. جنگ ما و صلح ما در نور این نیست، از ما هست دین استعین. جنگ طبعی جنگ فعلی جنگ قول، در میان جزوها هر بیس هول. این جهان زین جمع قایم می بود، در عناصر در نگر تا حد شود. یعنی که وقتی ما مثل این کار اونطور که عرض کردم که ما آب رو داریم، آتش دشمن آب هست، بنابراین این جد بودن اینها با هم توسط وسیله هست و سبب تداوم حیات می شود. این تضادی که بین این چهار عنصر آب و باد و آتش و خاک هست، مولانا اینها رو در توضیح میده. این جهان زین جمع قایم می شود، در عناصر در نگر تا حل شود. چهار عنصر چهار استون قوی، همون چهار عنصر آب و باد و آتش و آب رو میگوید، که به دیشون سقف دنیا مستوی، هر ستونی اشکننده اون دگر، استون آب اشکننده اون شرر. یعنی عنصر آب عنصر آتش رو میشکنه و هر دو ضد هم هستن. بله، پس بنای خلق بر ازاد بود، لاجرم ما جنگیم از ذر و سود. بله، هست احوالم خلاف همدیگر، هر یکی با هم مخالف دار در اثر. چون که هر دم راه خود را میزنم، با دیگر کس سازگاری چون کنم. موج لشکرها و احوالم ببین، هر یکی با دیگری در جنگ و سین. این نگر در خود چنین جنگ گران، پس چه مشغولی که جنگ دیگران. خب این ایشه زیبا سخنرانده و جنگ سخنرانده باشه، زیبا و متعالی. مثلا شما اینجا رو نمیتوانید با تعلیمات دینی مطابقت بدهید یا اینها رو از یک سنخ و جنس بدانید. یعنی کار از نظره از کنن که نماز و روزه و عمل به جواره و اینها گذشته،
کار فلسفی شده در ذهنیت مولانا و ریشه هاش هم بیشتر یونانی سمت کرد کردن. به خاطر این آورده اینکه شما ببینیم این از کجا آمده، اعجاب نکنیم بیهوده ببینیم واسه مولانا که کشف کرده، نه اینا بوده، منتها مولانا توانسته اینها رو به پروراند در اون ذهن خلاق خود و استنتاج‌های بسیار زیبا بعض اوقات اخلاقی بعض اوقات فلسفی بکند. این دیگر در خود چنین جنگ گران، پس چه مشغولیم به جنگ دیگران؟ بله یا مگر زین جنگ باید باشه تا مگر زین جنگ حقت واخرد در جهان صلح یک رنگ از فرد. یعنی وقتی باز گشتی اون سرکشمه هستی اون خوشید مولانا گفت اونجا جهان یک رنگی است، اون جهان جز باقی و آباد نیست، داره ایدئالایز میکنه همون جهان از کنن که رنگین افلاطون هست، در اون جایی که جنگ نیست و نگرانی نیست و رنگ نیست و درد نیست. بله اون جهان جز باقی و آباد نیست، زن که اون ترکیر از ازداد نیست. میگرد اینجا ما بدین جهت در جنگ هستیم که از کنن که ما از عناصر متضاد ساخته شدیم، اما وقتی وارد اون جهان شدیم اون جهان بالا جز هم آبلاقی آباد است، به جهت این که ترکیب از ازدار نیست. بله پس بیرنگی اصول رنگ ها، سول ها باشد اصول جنگ ها، الى آخر. بله تا آخر این بیت بسیار بسیار فتی اینجاست. بله آب جیهون را اگر نسکن کشی هم ز قدر تشنگی نسکن برید. این بیت رو بسیار غلط میخونن و غلط مینویسن که آب دریا رو اگر نسکن کشی هم قدر تشنگی نسکن برید یا هم ز قدر تشنگی بسکن کشید. اینا انواع مختلف هست. نیکلسون آورده است آب جیهون رو اگر نسکن کشی هم ز قدر تشنگی نسکن برید، یعنی شما همه علم رو همه معرفت رو که در مقابل ماست همه رو ما نمیتونیم یاد بگیریم، اما دستان آدم تشنه هستیم که از این دریای معرفت میتونیم به قدر تشنگی خود ما استفاده بکنیم. نتون گلی یعنی نتون مرد، یعنی ما نمیتونم تشنگی بیم. همین مسئله که به دست من گرد بریزی ده دادر کوزه ای، این استدال بعدیش هست چند گنجست قسمت یک روزه ای. این ذهنیت ما در مقابل این مسئولات و در مقابل این دستگیراتی که هست به مسئله یک کوزه در مقابل یک بحر از دانایی که ما نمیتوان همه داشته باشیم، خیلی زحمت بکشیم کوزه خود رو پر میکنیم. چقدر کوزه جا میگیره؟ قسمت یک روزه ای گرده میدی بحر را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه ای. بعد توصیف میکنن ریکومندیشن میده بیدیم یا جوی دیدی کوزن در جوری آب را از جوی چی باشد برید. آب کوزه چون در آب جو شود جنگ از در جرقه و جوی او شود. باید به دریا برسید تا چیزی باشید. باره اینا مطالب فلسفی که خیلی به سرعت اشاره کردن که آشنا بشویم با این مفاهیم مولانا جلال الدین تلخی. بنابراین انیک دماندر میگوید که این جامعه ازداد خشکی و سری و گرمی و سری و هر با ازداد از یکی از جدا میشوند ظهور و بروز و تولد حیات رو میدهد در جهان مادی و جهان کون فساد. میگوید این ازداد هستن که سبب ایجاد از کنن که چیز میشوند تولید میکنن و بعد از جن میروند و غیره بنا. بعد انیک دماندر را دارید یک حکیم دیگریست که شاگرد اون آقاست و میگفت که هوا ماده اصلی عناصر طبیعت هست، جهان هستی بیشتر از هوا ساخته شده است. و عرض کنم که هراکلیتوس رو داریم که مرد بلندپایه بوده در علم و صحبت‌های بسیار بسیار جالبی کرده، مشهور از داریوش رو دعوت کرد، اما این که مرد عارفی بود و همه چیز جهان رو بی اعتبار میدانست گوشی گرفته بود و خود رو باید قضای سیاسی و مرتب قدرت نمی کرد. این هراکلیتوس خیلی خیلی مهم هست. این شاهنشاه ایران رو دعوت کرد و به جهان مادی به دیده حقارت می نگرید و
بله. اون میگفت آتش مبدا همه این چیز هاست. یکی میگفت با هوا، یکی میگفت آتش هست. یه دلیل عربی. بله، آتش مبدا است و آن را مظهر کامل تبدل و بیقراری میداند و وجود پاورجان قابل اینا نمی باشد و عالم را به رودی تشبیه می کند که همواره روان است و یک دم مانند دم دیگر نیست. این که مولانا می گوید هیچ چیزی ثابت و بر جای نیست، نمیده از تغییر و سیر و سرمدی فرق هرکلیتیو هست. میگوید که امروز ما مثل دیروز ما نیست، جهان همواره در حال شدن هست، در حال تغییر هست. مولانا گرفته است و می فرماید بیزارم از اون کهن خدا این که تو داری، هر لحظه مرا تا به خدایی دیگر است. این مسئله نظر نشینی هست، بسیار مهم و محرم است، محرک فکر هم هست. خیلی اهمیت ما به این چیزا توجه کنیم. واسم رفت ما تمام شد. بله، اینجا واسم گرامی ما اشارت میکردن که وقت تمام شد. 22 این ماه گفتم میکردون خراب و 22 در از کنم که شمار کالیفرنیا هستیم، همون آدرسی که پس میدادم 1700 ال کامینو ریل در شهر سنگاپورو. و از شبه که موضوع سخن رو هم به خودی معلوم میکنیم. بسیار خوشحال میشم که میدم شمار کالیفرنیا بسیار از دوستان بزرگوار من در اونجا هستن و خوشحال میشم دیدنشون. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. فردا در خدمت شما هستیم و به بحث شاهنامه گذری میکنیم. تا فردا با سپاس از واسان واسان گرامی و سپاس از شما که توجه فرمودید، شما رو به خداوند بزرگ و مهربان و خیرخواه ایران زمین میسپارم. درود بر شما. یابی ایران زمین زنده با من.